بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بیننده‌های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدید امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین باز هم درس امروز ما از آیه 172 سوره نساء شروع می‌گردد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاء وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ألقاها إلى مريم وروح منه سبحانه أن يكون له
كفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. بیننده های گرامی، حالا می پردازم به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قبل از اینکه ترجمه این آیت را حضورتان بیان بکنم، ربط این آیات تلاوت شده را بر آیات قبلی حضورتان عرض میکنم. بعد از پاسخ به اعتراض یهود و اثبات نبوت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، اکنون به تمام مردم جهان خطاب می فرماید الله که نجات شما در این است که به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باور داشته باشید. چون قرآن کریم به عبارت های مختلفی خطاب می کند، از دیدگاه محدثین و مفسرین در هر عبارت قرآن و در هر آیت قرآن کریم که خطاب به یا ایها الناس شده باشد، به تمام مردم خطاب است، یعنی به مسلمان و به کافر، برای کسی که می پذیرد یا نمی پذیرد، برای همه خطاب است. چون در اینجا یا ایها الناس آمده. یهود اعتراض کردن و گفتن که به ما قرآن نوشته شده و کتاب مرتب و نوشته شده از سوی الله بیاور، باز ایمان می آوریم. که خداوند یکتا پاسخ را ارائه کرد و فرمود که اینها برای ازدیاد علم سؤال مطرح نمی کنند، بلکه بخاطر توهین و تحقیر و نادرست و بخاطر عذاب دادن تو ای رسول الله علیه السلام، این سؤالات را مطرح می کنند. حالا ثابت شد که پیامبر علیه السلام فرستاده الله است. خداوند یکتا به تمام مردم خطاب می کند که یا ایها الناس، ای مردم، ای اولاده حضرت آدم، علی نبینا علیه السلام، قد جاءکم رسول بالحق، بلکه آمده به نزد شما رسول من بالحق، رسولی که بر حق آمده، من ربکم، از جانب پروردگار شما. فآمنوا خیر لکم، بهتر است که شما به آن ایمان بیاورید. بهتریش در اینجاست که به سبب ایمان از سوختن در آتش دوزخ نجات پیدا میکنین. بناً قرآن چه میگه؟ فآمنوا خیر لکم. نگفته الله که فآمنوا، شما ایمان بیارین که تا زندگی ما تأمین شود، شما ایمان بیاورین که تا راه روی ما زیاد شود. قرآن چه میگه؟ فآمنوا خیر لکم، ایمان بیارین بهتر از به خود شما. ثابت شد که ایمان ما برای خود ما مفاد دارد و کفر بندگان خدا بر خودشان ضرر دارد، به خدای یکتا هیچ نفایده و نه نقصان را وارد می کند. اینجاست که الله می فرماید فآمنوا خیر لکم، ایمان بیارین به شما بهتر است. و این تکفرو، اگر شما ایمان نیاورین، شما ایمان نیاورین، فإن لله ما في السماوات